خوره نه خوره دیدار تاریخی رهبر کاتولیکای جهان با پرنفوذترین مرجع تقلید شیعه در عراق پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی بر همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان مختلف تاکید کردند. در برنامه امشب از یک تحلیلگر درباره پیام سفر پاپ می‌پرسیم و تأثیر آن بر عراق. و از یک اسلام پژوه می‌پرسیم که آیا سفر پاپ فرانسیس به نجف نشانگر توجه او به قرائت خاصی از اسلام شیعی است؟ در ادامه برنامه امشب. دو هفته مانده به سال نو، صف‌های طولانی، گرانی و بی‌نظمی مردم ایران را کلافه کرده. وخامت همه‌گیری کرونا در جنوب ایران، خوزستان قرنطینه شد. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. واکنش رئیس جمهوری افغانستان به طرح تشکیل دولت انتقالی، اشرف غنی میگوید خواب و خیالی است که به عنوان راه حل ارائه میکنند. و برآورد تکان دهنده سازمان ملل از دورریز مواد خوراکی در جهان، هر سال بیش از 900 میلیون تن غذا راهی سطل زباله می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بیشتر از 1,300,000,000 مسیحی کاتولیک امروز در نجف در کوچه باریک و محقر به دیدار آیت الله علی سیستانی رفت. دیدار پاپ فرانسیس با مرجعی که چهره مستقل شناخته می شود با بیشترین شمار پیروان در میان شیعیان جهان. دو چهره مذهبی از همکاری سخن گفتند و برای جهان آرزوی آرامش و سعادت کردند. عراق در استقبال و پذیرایی از پاپ فرانسیس تلاشی بسیار کرد برای نشان دادن چهره آرام و متکثر از کشوری که هنوز کاملا از شر افراطگرایان داعش خلاصی نیافته. این دیدار تاریخی و نمادین توصیف شده. صرف نظر از آن، واتیکان، بغداد و نجف چه به دست آوردند؟ آیا جهان بیرون مرجعیت نجف را نماینده واقعی جهان تشیع می شناسد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. یکی از خیابان‌های جنب حرم در نجف، شهری که امروز شاهد ملاقاتی تاریخی بود. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان به دیدار بزرگترین مرجع شیعیان عراق رفت. در خانه‌اش، در این کوچه، در این اولین سفر یک رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق و اولین دیدار او با شاید پرنفوذترین مرجع مسلمانان شیعه، کوششی برای نزدیک کردن ادیان با هدف پایان دادن به جنگ و خشونت به اسم مذهب. ملاقات این دو رهبر مذهبی سالخورده جهان حدود 45 دقیقه طول کشید در این اتاق ساده و دور از تجمع. آیت الله سیستانی که 90 سال سن دارد کمتر از خانه‌اش خارج می شود و کمتر تصاویر تازه‌ای از او دیده شده. دو نفر در صحبت‌هایشان بر ایجاد دوستی و مودت بین ادیان تأکید کردند. واتیکان بعد از این ملاقات گفت پاپ با آیت الله سیستانی درباره احترام متقابل و گفتگو بین ادیان و جوامع صحبت کرد و آوردن صلح، ترقی و اعتلاء به عراق و منطقه. و دفتر آیت الله سیستانی گفت او از رهبران بزرگ دینی و معنوی خواست که نقش مهمی برای پایان دادن به فجایع بازی کنند. او گفت مردم عراق و از جمله مسیحیان عراق باید در امنیت، صلح و با حقوق کامل بر اساس قانون اساسی زندگی کند. کمی دیرتر پاپ به شهر اور رفت در استان ناصریه برای برگزاری یک مراسم نیایش بین الادیان در کنار بقایای آثار باستانی شهری که زادگاه حضرت ابراهیم است. این پرچمدار بنی آدم، مذهب انسانیت. صلح به برنده و بازنده نیاز ندارد. برادران و خواهرانی می‌خواهد که با وجود سوء تفاهم‌ها و رنج‌های گذشته با وحدت در مسیر حرکت کنند که به جنگ پایان بدهد. اینجا در کنار یکدیگر پاپ و رهبران ادیان و اقوام عراق نشان دادن وحدت با هدف صلح
در این کشور جنگ زده و چند پارچه. عراق ده ها سال است که دستخوش جنگ و تروریسم است. Così da rendere gloria al tuo Padre eterno e al tuo Spirito Santo ora e sempre. پاپ غروب در بغداد اولین عشای ربانی را هم در این سفر به جا آورد. در کلیسای سن جوزف، اولین آیین نیایش به رسم کلیساهای شرقی. شاخه‌هایی از مسیحیان در کشورهای شرقی که طی چند صد سال گذشته با کلیسای کاتولیک وحدت کردند. در شمال کشور در شهرک عمدتاً مسیحی نشین قرقوش در کلیسای بزرگ تمرین ها برای آمدن پاپ ادامه دارد. فردا قرار است که او از اینجا دیدن کند برای نشان دادن حمایت و تسلی دادن به مسیحیان عراق که داعشی ها هزاران نفر از آنها را کشتند و صدها هزار نفر را آواره کردند. نرحب بالپاپا. ما منتظریم که از پاپ استقبال کنیم. پاپ این احساس رو به من میده که من برای اون مهمم. به عنوان یک شهروند عراقی صرف نظر از اینکه چه مذهبی دارم. پاپ با وجود خطرهای همه‌گیری کرونا به اینجا آمده. علارغم انفجارها و بمب‌گذاری‌های دائمی. دیدار پاپ از مسیحیان در شمال عراق. بخش آخر و پرخطر سفر سه روزه او در منطقه‌ای که داعشی ها هنوز اینجا و آنجا فعال هستند. کسری نجی، بی بی سی. راشا عقیدی تحلیلگر ارشد عراق در مرکز مطالعاتی نیو لاینز از واشنگتن با ما هستند. خانم عقیدی، سفر کردن در این روزها آسان نیست. عراق از سفر پاپ تا حالا چه به دست آورده؟ اول از همه بحث دادن یک جنبه انسانی به وضعیت عراق هست. سالهای سال هست که ما عراق رو به عنوان کشوری میبینیم که توش خونریزی میشه، جنگ داخلی میشه، جنگه. اما اون چیزی که پاپ از عراق عرضه کرد چهره متفاوتی بود. از همون لحظه ای که پاپ از هواپیما فرود آمد دیدیم که ملیت های مختلف به رنگ های مختلف در عراق از پاپ استقبال کردند، رقصیدند، خندیدند، لبخند زدند و این به دنیا نشون داد که عراق چهره متفاوتی داره. واکنش هایی که جامعه بین المللی هم داشت و خواهد داشت اینه که توریست های بیشتری از عراق بازدید کنند. خیلی ها میگفتن اصلا ما نمیدونستیم که عراق اینقدر متکثر هست. حالا خیلی ها میگن که عراق یه گهواره تمدن بود، جایی که خیلی از جایی که مثلا حضرت ابراهیم ادیان توحیدی رو شروع کرد. بنابراین این نتایج این سفر خیلی مثبت بود و به این معنی نیست که همه مسائل عراق رو حل میکنه، به این معنی نیستش که پاپ در عراق معجزه خواهد کرد، اما نشون میده که گام مثبتی هستش و پوشش مثبت بیشتری در دنیا از عراق به دنبال خواهد داشت. اشاره هم کردید که استقبال از پاپ با رقص و آواز همراه بود. ما زنان و مردان جوان رو دیدیم که دست در دست همدیگر از پاپ استقبال می‌کردند. آیا دولت‌های قبلی مثلا دولت حیدر عبادی یا دولت نوری مالکی هم همینطور از میهمانان خارجی استقبال می‌کردند یا اینکه این پدیده‌ای که در دولت آقای کاظمی دیده میشه؟ من معتقد هستم که در زمان دولت مالکی به هر حال رهبران خارجی هم با استقبال به عراق می اومدن، البته نه به این شکل، ولی به هر حال دولت کاظمی الان نگاهش به روابط عمومی خیلی قوی هستش، دوست داره که وجهه مثبتی از عراق نشون بده، همیشه یک لبخند بر لبانش هست، خیلی خوشو خوشحال نشون میده، انرژی مثبت داره. شاید به این شکل در گذشته مراسم استقبال از رهبر خارجی هماهنگی نمی‌شد و این همه خوشحالی و خنده رو یک چنین سفری به همراه نمی‌داشت که الان داشته. عراق از نظر عقیدتی جامعه متکثر، شما هم اشاره کردید این تکثر نشان هم داده شد. نماینده‌های ادیان در شهر اور در کنار پاپ قرار گرفتند. آیا این دیدار رواداری مذهبی رو هم بیشتر خواهد کرد در شهری که در کشوری که مدتی قبل موسل مرکز داعش بوده؟
میدونین داعش مدت هاست که رفته، 3 ساله که رفتن، هیچ حضور میدانی در عراق ندارن و از اون زمان هم گام های مثبتی حتی قبل از سفر پاپ در جهت بالا بردن شکیبای تحمل پذیری برداشته شد. به نظر من بازتاب دادن تکثر قومی و مذهبی در عراق طریق بازدید با رهبران اقوام و ادیان مختلف خودش نشون داد که عراق توسط یک فرقه یا یک مذهب زیر کنترل نیستش و سفر پاپ این رو به خوبی نشون داد. حالا ما نمیتونیم خیلی هم خوشبین باشیم، به هر حال برای رسیدن به اون تکثر و مشارکت سیاسی همه اقوام نباید خیلی خوشبین بود، باید طرحهای پیاده بشن در جهت بالا بردن تکثر. هرچند که در این 40 ساعت گذشته همه چی خیلی خوب پیش رفته و ما معتقد هستیم در طول 72 ساعت این سفر همه چی هم زیبا خواهد اومد، اما به هر حال این عراقی ها هستن که باید گام های بعدی رو بردارند. فردا پاپ به مناطق کردنشین خواهد رفت، امروز خب در نجف بود. به نظر میاد که کردها، شیعیان خیلی از این سفر خوشحال بودن، استقبال کردن، ولی گفته میشه که نگاه های محافظه‌کار در بخش های بزرگی از عراق همچنان نگاه غالبه، در استان انبار، جاهایی که اونجاها داعش و القاعده طرفدار داشتند. آیا اونجا هم در حقیقت همین استقبال رو میبینیم از پاپ؟ من فکر نمی کنم الان نگاه ها در عراق بدبینانه بوده به پاپ در هر منطقه. من فکر می کنم که در بین تمام اقشار مختلف عراق، در بین تمام ادیان عراق نگاه خوشبینانه بوده. تنها گروهی که خیلی بدبین بودن سر سفر عراق اون رادیکال های دست راستی شیعه بودند که به ایران نزدیک هستند. اونا خیلی ناراحت هستند که پاپ به عراق رفتش به خاطر برپایی مجسمه های پاپ و اینها، اونها نگران بودند. اما من نمی کنم نواحی غربی عراق خیلی ناراحت باشن از سفر پاپ. در ارتباط با مناطق کردنشین عراق همیشه رابطه دیرپایی در طی دهه‌های متمادی با واتیکان داشتند، برای همین من فکر نمی کنم اونجا نگاه بدبینانه نسبت به پاپ وجود داشته. سفر پاپ شامل حال تمام اقشار مختلف عراقی بوده به یک شکل خیلی مثبت، بدونی که بخواد هیچ فرقه ای رو نادیده بگیره. راشا عقیدی، تحلیلگر ارشد عراق در مرکز مطالعاتی نیو لاینز، ممنونم از حضور شما در برنامه. محسن کدیور، استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، هم از شهر دورهان با ما هستن. آقای کدیور، میهمان قبلی برنامه اشاره کردن به اینکه رادیکال های شیعه خیلی شاید خوششون نیومده از این سفر. پاپ چهره سیاسی نیست آیا؟ و میدونیم که بین حوزه علمیه نجف و قم هم نوعی از رقابت بوده. این دیدار از این منظر چه نتیجه‌ای داشته تا حالا؟ ضمن سلام خدمت شما و بینندگان محترم، فکر میکنم سفر با برکتی بوده برای انسانیت، برای مسیحیت، برای اسلام، برای تشیع. تا کنون من نکته منفی در این سفر ندیدم. اینکه رهبر بزرگترین مذهب جهان به لحاظ جمعیت به دیدار خانه محقر آقای سیستانی، رهبر مهمترین مرجع شیعی میره، خودش نکته مهمی است. میدونیم که پاپ فرانسیس از سال 2017 تا سال 2019 سه بار حداقل با امام اعظم الازهر احمد الطیب ملاقات کرده، دو بار در واتیکان، یک بار در ابوظبی، اما تاکنون با هیچ رهبر شیعی در این حد، یعنی با مرجعیت شیعی، اون هم با مهمترین مرجع شیعه، ملاقات نداشته. حالا خود پاپ بلند شده آمده عراق، علاوه بر این که به مسائل مسیحیان عراق رسیدگی کرده، یک پیام دیگر هم دارد و اون این که از میان دو قرائت مطرح شیعی در دنیای معاصر در این 50 سال اخیر، ایشون قرائت های سیستانی را ترجیح داده و کوشیده با حضور در منزل های سیستانی نشون بده که جهان تشنه شنیدن این پیامه، نه پیام دیگر.
پیام آقای سیستانی آنچنان که در اعلامیه که در وبسایت ایشون هم آمده، پیام صلح، اخلاق، انسانیت، عدالت برای همه انسان هاست. فکر میکنم این انتخاب پاپ بسیار معنیدار بوده، ایرانی ها هم متوجه این پیام معنیدار شدند. وقتی نگاه میکردم واکنش ها رو در ایران، بعضی از افرادی که نزدیک بودن به حاکمیت میگفتن که پاپ باید بدونه که اگر حمایت ایران از دولت مرکزی عراق نمی بود، شاید حالا مسیحیانی در عراق نمی بودند که پاپ به دیدار اونها میرفت. چقدر این رو درست میدونید؟ به هر حال جمهوری اسلامی در عراق صاحب نفوذ هست و مقابل داعش هم مبارزه کرده، با القاعده هم در اون مقطع در عراق حداقل مبارزه کرده و میشه گفت که این حرف دور از واقع نیست. اما اینکه اون قرائتی از جمهوری از تشیع که جمهوری اسلامی فی الواقع دنبال میکنه، اون قرائت من فکر میکنم حتی در حوزه علمی قم هم چندان طرفدار نداره، آنچنان که در حوزه علمی نجف هم قرائت های سیستانی غلبه داره. مطابق اطلاعات من در حوزه علمی قم بین مراجع تقلید شیعه مقیم ایران هم همین قرائتی که آقای سیستانی دارن ارائه میکنن بیشترین پیرو رو داره. بنابراین اینها هم در عراق هم در ایران در اقلیت هستند و یه نگاهی رو دارن از تشیع ارائه میکنن که نه با اکثریت شیعیان ایران سازگاره، نه با اکثریت شیعیان عراق سازگاره، نه با اکثریت مراجع شیعه در زمان حاضر. از طرفی هم بسیاری میگن که طرفداران حوزه علمیه نجف یا مقلدان شخصی مثل آیت الله سیستانی شیعیانی هستند که نگاه های سنتی دارند. آیا دیدار پاپ اونها رو در برابر این سوال قرار نمیده که گویا رهبر مذهبی اونها با فردی گفتگو میکنه، با فردی مینشینه که خارج از دین به حساب میاد؟ سوال خوبیه. مگر پیغمبر با صاحب ادیان دیگه، آیین‌های دیگه ملاقات نمی‌کرد؟ حتی قرارداد نمی‌بست؟ مگر امامان شیعه جز این می‌کردن؟ امام باقر، امام صادق، امام رضا، ما مناظره‌های اینها رو در کتب تاریخ می‌بینیم. اینا در مسجد هم اتفاق می‌افتاده. بنابراین آقای سیستانی کار جدیدی نکرده، فی الواقع همون کار کرده که ائمه شیعه می‌کردن. این قرائت تنگ نظرانه بوده که تاکنون اینجوری نشون داده که کنه ها اگر شما میخواد یک مذهبی درجه یک باشید، باید خودتون را از بقیه جدا بکنید. آقای سیستانی نشون دادن که خیر، ما میتونیم گفتگو کنیم و در گفتگو هم پیام انسانی دینمون رو منتقل بکنیم و در کنار اون پیام انسانی ادیان دیگه رو هم بشنویم. بنابراین تفکر سنتی هرگز با همنشینی یا همزیستی مسالمت آمیزه با ادیان، خصوصا با مسیحیت، هیچ وقت مشکلی نداشته. الان هم خوشبختانه این دیدار کمک میکنه به این احترام متقابل مسیحیت و اسلام. و در نهایت آقای کدیور، شما اشاره کردید که نوعی ترجیح اینجا داده شده، حوزه علمیه نجف مرجح دانسته شده. این باعث نگرانی خصوصا روحانیتی خواهد بود که وابسته هستند به حکومت در ایران؟ بله، من فکر میکنم اونها نگرانن. حالا روزنامه هاشون رو هم خواهیم دید از بعد از اینکه ملاقات صورت گرفته و اونها مایل ببینید. آقای سیستانی الان پرمقلدترین مرجع شیعه در زمان حاضر حتی در داخل ایران هست، در عراق، در لبنان، در همه مناطق شیعه. بعد اینکه کسان دیگری احیانا ادعای رهبری شیعیان جهان رو میکنن، مصدر سیاسی هم هستند، این ملاقات نشون داد که رهبری واقعی تشیع الان در حوزه نجف است، نه در پاستور تهران. و این نکته بسیار مهم بود و اینکه شیعیان مایلن این صدای مذهبشون در دنیا شنیده بشه، نه صدای فی الواقع متفاوت دیگری که الان در منطقه هست و مشکلات فراوانی برای هم مردم ایران ایجاد کرده، هم برای عراق
فایده هم داشته اما ضررهاش بیشتر از فایدهش بوده. لذا آقای سیستانی هم متوجه مسئله بودند و هستند، اگرچه بسیاری از مسائل رو به زبان نمیارن اما با عمل خودشون دارن نشون میدن که این قرائت باید جا بیفته، این قرائت کمک میکنه هم به مردم ایران، هم به شیعیان منطقه و هم به کل ایجاد صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه. آقای کدیور، ما در ایران دستگاه دینی داشتیم که در رأس قدرت بوده، همه نوع امکانات هم در اختیارشون بوده، 40 سال هم هست که اینطوریه و بلکه بیشتر. چرا مرجعیتی که در قم هست، اگر تحلیل شما رو قبول بکنیم، میدان رو واگذار کرده به نجف؟ میدان رو واگذار نکردن. ببینید الان خوشبختانه حداقل 4 نفر از مراجع قم هم پرمقلد هستند، اما بسیاری از شیعیان داخل ایران هم ترجیح میدن که از مرجعیت مستقل خارج از تحت به اصطلاح سیطره حکومت جمهوری اسلامی تقلید بکنن، مسائل مذهبشون رو پیش ببرن. اما فی الواقع فرض کنید من اسمم میبرم، مواضع امثال آقای وحید خراسانی یا آقای شبری زنجانی، اینها چه تفاوتی با مواضع آقای سیستانی در این زمینه داره؟ احتمالاً اگر پاپ متقاضی بود اونها هم میپذیرفتند، با ایشون ملاقات میکردن، یا حتی مواضع آقای صافی گلپایگانی یا مکارم شیرازی که مثلا تا حدودی به حکومت هم ایشون نزدیک است. میخوام بگم که مجموعاً از این 4 نفری که من اسم بردم در حوزه علمی قم هستند، اکثرشون، حالا اگر نگیم تمامشون، مواضعی رو که آقای سیستانی گرفتن اونها هم من در آرایشون ملاحظه میکنم اونها هم مواضع مشابهی دارن. اون چیزی که الان در تبلیغات رسمی ما بیشتر میبینیم، صدای مرجعیت قم رو نمیگذارن شهیده بشه، به جای اون افرادی رو دارن مطرح میکنن که سمت سیاسی دارن و با کوپن سیاسی وارد مرجعیت شدن. برای همین هست که اون صدای متفاوت صدای مردم ایران یا صدای تشیع محسوب نمیشه و اکثر مردم وقتی صدای آقای سیستانی رو میشنون، پیام ایشون رو میشنون، احساس میکنن این پیام به نهج البلاغه و تعالیم ائمه شیعه نزدیکتره تا پیامی که از پاستور تهران میشنون. بسیار ممنونم از محسن کدیور، استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی. در ایران گرانی میوه و خوراکی ها در آستانه سال نو فشار معیشتی بر مردم را دوچندان کرده. بی‌نظمی در عرضه مرغ و روغن نباتی هم باعث شده جلوی مراکز توزیع صف‌های طولانی شکل بگیرد. در این شرایط دولت وعده داده که قیمت کالاهای پرمصرف عید تعدیل خواهد شد. اما چرا بازار مایحتاج مردم اینقدر آشفته است؟ در این باره گفتگویی هم خواهیم داشت. اول گزارشی ببینیم از فرنوش امیرشاهی. 16 اسفند ماه صف مرغ 20,000 تومانی. از صف مرغ دولتی به صف روغن. اینجا در مشهد هم فروش قسطی نان با کوپن و به شرط واریز یارانه. در این مغازه گفته شده که گوشت را با چک 3 ماهه می فروشند. حالا هم قیمت میوه سر به فلک کشیده. این سرکشی قیمت‌ها و کمبود کالاهای اساسی بازار شب عید را بیش از همیشه آشفته کرده. به گزارش مرکز آمار ایران، تنها در فاصله دی تا بهمن امسال قیمت گوشت گاو و گوساله 3.5%، مرغ 9.6%، موز و پرتقال هر کدام 33%، خیار 47%، روغن 12.4% و پنیر پاستوریزه 5.3% افزایش داشتند. قیمت ماهی هم به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ظرف 1 سال گذشته 300% بالا رفته. مقام‌های مسئول می‌گویند همه چیز به اندازه کافی در بازار موجود است و اگر گرانی و بی‌نظمی هست به خاطر دخالت دلال هاست. دلال ها کسانی هستند که امروز ورود کردن به بخش بیدر و پیکر کشاورزی که هیچ گونه سازماندهی وجود نداره برای این عزیزان و بخش مالیاتی هم متاسفانه چون هزینه‌ای برای اونا نداره، خب اینا ورود میکنن و حتی طبق آماری که داده شده ما به ازای هر تولید کننده باقی 7 دلال داریم در کشور. به جز این بعضی از فروشنده ها هم گران فروشی میکنند.
قیمت روی کالا 6000 تومنه، ولی وقتی پای صندوق میای حساب میکنی 6650 تومن. دولت وعده داده که بازار را تامین کند و در مدت باقی مانده تا نوروز قیمت خوراکی ها را ثابت نگه دارد، اما بازار چیز دیگری میگوید. این کرونا واقعا درسته حالا برای مردم مشکلات ایجاد کرد، ولی موج گرونی هزار پله بدتره. تو بازار که میریم هر چی میخوایم خرید کنیم، برجی 3 و 4 به ایوه قشن 80%، 90% تمام چیزا گرون شده. این اولین بار نیست که بازار شب عید به هم ریخته. امسال کرونا و تحریم وضعیت را از هر سال هم بدتر کرده. ولی دولت کماکان نتوانسته که بازار را به دست بگیرد. واقعیت این است که وظیفه دولت‌ها تنظیم بازار محصولات کشاورزی یا دیگر کالاها و تولیدات نیست و هر بار که دولت‌ها تلاش کردند که چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند و با این مداخله قیمت‌ها را کاهش بدند، اوضاع را خرابتر و بدتر کردند. وظیفه دولت‌ها به طور عمومی فراهم آوردن زیرساخت‌ها یا فضای کسب و کاری است که در اون تولید کننده‌ها بتونند راحت‌تر و ارزان‌تر تولید بکنند و نظام توزیع رو چنان زیرساختی برایش فراهم بیارن که در این نظام توزیع کارآمد محصولات و تولیدات تولید کننده‌ها با شرایط مناسب، با قیمت مناسب و با کیفیت مناسب به مصرف کننده برسه. دقیقاً صف روغن مملکت جمهوری اسلامیه. بار این وضعیت بیش از همه به دوش مردم است. کسانی که با گرانی پی در پی هر روز یک نوع خوراکی و کالا را از فهرست خریدهایشان خط می‌زنند و بعضی هم برای یک لقمه نان به دنبال کوپن و حواله هستند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. آرمین سلیمانی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ماست. آقای سلیمانی، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی هست یادآور تصاویریه که ما قبلا از زیمبابوه و ونزوئلا می‌دیدیم، همون صف‌های طولانی. شما در تهران هستید، آیا وضعیت به همین شکلی که در رسانه‌ها منعکس میشه هست؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. اینجا ما با پدیده چند وجهی مواجه هستیم. در وهله اول خود اقلام، خیلی از این اقلام، تمام این مواردی که نام برده میشه وجود داره و در بازار هست، یعنی به معنای نایابی چیزی در سطح شهر تهران و یا سایر شهرهای ایران نیست. اما اونچه که خریدار و مردم رو با اون مشکل مواجه میکنه رقمهای بسیار بالا و تفاوت اون با میزان درآمد اون هاست. به طور مثال اونچه که خود مرکز آمار اعلام میکنه، تورم در امروز نسبت به سال گذشته در همین موقع در اقلام مختلفی که اعلام کرده از 103 تا 197، یعنی نزدیک به 200% در خیلی از اقلام این تورم و رشد قیمتش بوده، تفاوت قیمتی هست که در مواردی مثل مرغ، گوشت سفید یا گوشت قرمز بارها مسئولین اعلام میکنن که بنا دارن بر عرضه قیمتهایی که به اون قیمتهای دولتی عنوان میشه، قیمتهای تعادلی عنوان میشه، اما مردم در حالت عادی و عمومی با عرضه عادی اون مواجه نمیشن، چون سازوکاری که تو این قضیه هست سازوکار نظام توزیع سالمی نیست، سازوکار نظام ناقصی است که طی دهه‌های متفاوت گاهی دولت در اون ورود کرده، گاهی بخشایی رو به عنوان بخش خصوصی از طرف خودش ورود داده و الان شاهد این هستیم که اعلام میشه که قیمت مسببه وار 20400 تومانه، اما در میادین مختلف و در فروشگاه مختلف گوشت مرغ به صورت سالم، یعنی به صورت چند تکه شده، نه تکه شده، به صورت قیمت‌های بسیار بالاتره. گوشت مرغ به صورت عادی بین 30 تا 35 هزار تومان فروخته میشه، یعنی دست کم بین 10 تا 15 هزار تومان بیش از قیمتی که مسئول دولتی مدعی ارزیون هستن و متاسفانه مردم دسترسی به شرایطی که بتونن مرغ‌های رو که مدعی هستن 20400 تومان عرضه بشه ندارن. این مضاف هست بر شرایط کرونایی اخیر، یعنی مردم باید ساعت ها در صف بایستن و این رنج و خطر جان رو به تن قبول. آقای سلیمانی، همه جای دنیا بازار بر قانون عرضه و تقاضا استواره. اگر فراوانی است گویا، اگر مواد غذایی به اندازه کافی هست و قیمت ها هم بالاست، آیا معناش اینه که خب عده‌ای هستن که میتونن اون رو بخرن، درسته؟ خب در کشورهای مختلف، در کشورهای مختلف، یعنی بس بر سر کشورهای توسعه یافته و یا کشورهایی که
در حال توسعه با تنظیم سازوکار بازار و حوزه عرضه و تقاضا هست. در این کشورها غالبا سندیکاها و صنف‌ها و سازوکار و نظام‌های توزیع و حمایت از مصرف کننده ورود می‌کنند. به این شکل نیست که دولت در هر وقتی که تشخیص بدهد به صورت دستوری اعلام بکند قیمت الف رو می‌دهیم و در کنار اون نظارتی هم نباشد و فروشنده قیمت ب رو عرضه بکنه و خریدار اساساً توانایی خرید بین این بازه بین قیمت الف و ب رو نداشته باشه. در این کشورها به صورت مستقیم سندیکاها ورود دارن، سازمان‌های نظارتی حمایت از مصرف کننده حضور دارن. این چالش خیلی کمتر دیده میشه مگر در کشورهایی که نظام بازار در اون مختل شده به علت دخالت‌های مکرر و سنگین حوزه دولت. خب سعی دولت این بوده که کنترل بکنه. الان در گزارش هم گفته شد که مثلا یک جاهایی با قیمت دولتی کالا عرضه میشه، مواد غذایی. باید پیش بینی هم میکردن که شرایط کرونایی، تحریم هم هست. چرا نمیتونن کنترل بکنن؟ به نظر میاد که باز یک آشفتگی دیگه در راهه. امروز آقای دژپسند وزیر اقتصاد رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اخیر رو مثبت اعلام کرد. یعنی این ادعایی که بر این مبنا بایستی فرایند اقتصادی کشور جریان رو به جلو و شریانش در حال فعالیت اقتصادی و مولد باشه. اما اونچه که شاهدش هستیم اینه که در عرصه تولید هم، یعنی مرغ و کسانی که تولید کننده این حوزه هستن، با چالش ها و مشکلات بسیار فراوانی روبرو هستن. یعنی بخش اندکی از اونها میتونن از نهادهای دامی یا از کمک های حمایتی بسیار محدود در این حوزه برخوردار شن و نهایتاً از همونها برای عرضه محدود همین اقلام در یک سری از میادین استفاده میشه. اما سایرین که امکان بهره بردن از این خدمات و امکانات حداقلی دولتی رو ندارن، تولیدات اونها تولیدات آزاد خواهد بود، یعنی با قیمت باز، و این قیمت چون قیمت تمام شده بالایی هست برای مصرف کننده ای که درآمد حداقلی و بسیار متوسط و پایینی داره، قیمت های گزافی محسوب میشه. به این خاطر مجبور میشه بره به سمت مسیرهایی که صفهای بسیار طولانیه، از ارزی مرغ تا روغن تا سایر خاربار تا حتی بحث میوه، اینها در میادین و تقریباری که صفای طولانی تشکیل میشه، به خاطر اینکه قیمت اون 20 تا 30 درصد بتونه تفاوت داشته باشه با بیرون از این میادین. بسیار ممنونم از آرمین سلیمانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران. با ادامه وضعیت قرمز شیوع کرونا در خوزستان، این استان از امروز قرنطینه شد. با افزایش جنب و جوش مردم و خریدهای سال نو، خطر موج جدید کرونا جدی شده و ستاد ملی مقابله با کرونا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع کرده. رئیس جمهور ایران هم از مردم خواسته که خریدهای شب عید را تا حد امکان به صورت اینترنتی انجام دهند. مینا جوشقانی گزارش می‌دهد. نزدیک شدن دومین عید نوروز ایران در میان محدودیت‌های کرونا، ترس را از شیوع موج چهارم این ویروس تشدید کرده. اگرچه مقامات می‌گویند روند شیوع بیماری در سطح کشور تقریباً باثبات شده و در استان‌های شمالی کاهش یافته، در استان خوزستان که درگیر ویروس جهش یافته است، اما روند ابتلا به ویروس صعودی و آمار مرگ و میر بالاست. برای جلوگیری از گسترش این نوع ویروس، از امروز ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به این استان و خروج خودروهای با پلاک بومی از آن ممنوع شد. یکی از استانهای دیگه‌ای که ما نگرانی در موردش داریم، استان چهارمحال بختیاری هست که گرچه هنوز بیماری خیلی افزایش پیدا نکرده، اما نشانه‌هایی ما داریم می‌بینیم در استان چهارمحال بختیاری که حتما نیاز هست که دقت بسیار بیشتری در موردش انجام بشه. وضعیت قرمز شیوع کرونا یعنی به ازای هر 100 هزار نفر ابتلای 25 نفر به ویروس قطعی است. و در این شهرهای بسیار پرخطر باید همه کسب و کارها به جز مشاغل ضروری تعطیل باشند. هم اکنون وضعیت 11 شهر و شهرستان از جمله آبادان و اهواز قرمز و 32 شهرستان نارنجی به معنای پرخطر، 251 شهرستان زرد با خطر متوسط و 154 شهرستان آبی به معنای کم خطر است. ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه. یعنی ستاد مقابله با کرونا این روزها با چالش جدیدی روبروست: سفرهای نوروزی و خریدهای شب عید. ولی خواهش ما اینه که در ترددهایی که در شب عید برای خرید انجام میشه،
تراکم مراعات بکنن، فاصله ها رو مراعات بکنن، پروتکل ها رو مراعات بکنن. وضع محدودیت ها و پروتکل های سختگیرانه تر ضروری است، اما برای شکست کرونا کافی نیست. بنابر تازه ترین آمار وزارت بهداشت، تا ظهر امروز بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و این ویروس جان 82 نفر دیگر را گرفته. در حالی که بسیاری از کشورهایی که واکسیناسیون را از مدت‌ها پیش آغاز کردند هم نگران شیوع موج تازه کرونا هستند، دولت ایران نخست با تعلل در خرید واکسن اعتراض بسیاری از مردم را برانگیخت و حالا با ابهام در توزیع و تزریق واکسن. مشخص نیست که تا به حال دقیقاً چند نفر واکسن زدند، اما وزیر بهداشت پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر تا پایان امسال تمام شود. واردات واکسن هنوز ادامه دارد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از ورود سومین محموله واکسن اسپوتنیک از روسیه خبر داده و گفته تا کنون 570 هزار دوز واکسن از چین به روسیه وارد شده. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، از شروع فاز دوم کارآزمایی واکسن کرونا ایرانی با نام کوبرکت تا چند روز دیگر خبر داده. فعلا اما ایران باید یک نوروز دیگر را با محدودیت‌های کرونا جشن بگیرد. مینا جوشغانی، بی بی سی. همونطور که گفتیم امروز خوزستان وارد قرنطینه شد. در توییتر توجه‌ها به وضعیت این استان جلب شده. ویدیویی هم از تعداد زیاد بیماران در بیمارستانی در این استان منتشر شده. همکارم فرن تغیزاده که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده الان با منه. فرن، چه اتفاقایی داره میفته در شبکه‌های اجتماعی؟ وضعیت خوزستان به شدت رنگ شده. البته از چند روز گذشته خیلی دارن توجه میکنن آمار بلایان کرونا در این استان و وضعیت مراکز بهداشتی. مشخصا در روزهای گذشته نگرانی های در مورد کمبود دستگاه های اکسیژن در بیمارستان ها منتشر شده بود. تصاویری بیمارستان رازی اهواز منتشر شده که تعداد بالای مراجعه کنندگان به این بیمارستان رو نشون میده و اینکه در یک اتاق محدود یا سالن محدود تعداد بالایی از بیماران اونجا هستن و صدای سرفه بیماران هم به گوش میرسه در این تصویر. از روزنامه همشهری صحبتی کرده با برخی از مردم در آبادان و شرایط رو از اونها پرسیده. یه سری از مردمی که باش صحبت کردن به موضوعی اشاره کردن که دغدغه این استان هستش، اون هم وضعیت معیشتی مردم در این استان. یه سری از مخاطبان این روزنامه بهش گفته بودن که خب ما نمیتونیم از خونه بیرون نیاییم و خودمون رو قرنطینه کنیم، بهتره که دولت حداقل وقتی یک استان رو قرنطینه میکنه بیاد مبالغی رو به مردم منطقه بپردازه و از مردم بخواد مثلا برای یک ماه کامل از خونهشون بیرون نیان. ولی به دلیل وضعیت اقتصادی مردم اون منطقه کلاته. این فرد گفتش که کسایی که میبینید بیرون هستن الان کارگرن و مجبورن که بیان بیرون و بخوان هزینه های زندگی خودشون رو به نوعی تامین کنن. موضوع دیگه‌ای که داره روی شبکه‌های اجتماعی در مورد این استان بحث میشه موضوع وضعیت واکسن هستش. یه سری از آقای روحانی خواستن که واکسن‌ها و حدود 1 میلیون دوز واکسن رو به این استان واگذار کنه، بده تا وضعیت بهبود پیدا کنه. هشتگ خوزستان تنهاست معمولا زمانی داغ میشه برای این استان که وضعیت هوا و آلودگی هوا در این استان بالا میره یا حتی وضعیت گلولای یا وضعیت فاز آب اون منطقه به بحران وضعیت بحرانی میرسه. ولی الان هم میبینیم که این هشتگ دوباره داره داغ میشه، استفاده میکنن و باز وضعیت کرونا رو خیلی بهش دارن اشاره میکنن که مردم در شرایط مناسبی نیستن. یه سری دیگه از دیرکرد عملکرد دولت در مورد رسیدگی دارن گلایه میکنن، میگن مشخصا باز شدن مرزها با عراق از دلایلی هستش که وضعیت در این استان بحرانی شده. البته یه نگرانی دیگه هم که دارن مطرح میکنن این هستش که رفت و آمد برخی از مردم در این از این منطقه به استانهای دیگه مشخصا مثل اصفهان و شهرستانش شاهینشهر نگرانی ها رو ایجاد میکنه که قبل از اعلام قرنطینه این استان افراد بسیاری هم رفته باشن به استانهای دیگه و وضعیت در اونجاها هم قرمز شده باشه. آقای روحانی توصیه کرده که خریدها به شکل اینترنتی انجام بشه. چقدر معمول هست؟ آیا امکان این برای مردم هست که در اینترنت قلمهایی که لازم دارن رو سفارش بدن و بعد اون اقلام به در خونه ها رسانده بشه؟ خیلی بسته به این هستش که در کدام منطقه
میکنی، اگه در شهر بزرگی زندگی میکنی مثل تهران و در یک منطقه هستی یا حتی از سطح درآمدی برخورداری که میتونی هزینه های بالاتری رو بپردازی تا خرید اینترنتی کنی، بله کسانی هستن که از ابتدای وضعیت همه‌گیری کرونا خریدهاشون رو اینترنتی انجام دادن و به در خونه هاشون رفتن و دارن میگن که ما خیلی وقته که خودمون به یک مرکز خرید سوپرمارکتی یا جای مراجعه نکردیم. ولی این اونقدر تا جای من دیدم در این مدت، در یک سال گذشته حتی، اونقدر شدنی نیست در ایران. یک، به خاطر نبود زیرساخت‌های کافی، دو، به خاطر اینکه مردم توانایی اقتصادی ندارن واقعا که بخوان اونقدر خرید اینترنتی کنن، سه، به خاطر اینکه همه اقلام مورد نیازشون هست اصلا در مثلا وبسایت‌هایی که مربوط هستش به خرید اینترنتی برای اقلام استفاده روزانه هستش موجود نیستش. بسیار ممنونم از فرن تغیزاده همکارم. سنای آمریکا برای مهار همه‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی اون یک بسته کلان کمک‌های اضطراری به ارزش حدود 2000 میلیارد دلار تصویب کرد. تصاویری هم که می‌بینید تصاویر زنده است از کاخ سفید. این اولین مصوبه مهم مورد حمایت جو بایدن از آغاز ریاست جمهوری اوست. انتظار میره که مجلس نمایندگان که در کنترل دموکرات هاست این هفته طرح مشابهی رو تصویب بکنه. دولت فدرال برای بسیاری از شهروندان یک چک 1400 دلاری خواهد فرستاد. همچنین برای بیکاران 300 دلار در هفته در نظر میگیره. میلیاردها دلار هم برای کسب و کارها و مدارس به ویژه برای توزیع واکسن کرونا هزینه خواهد شد. تصاویری که میبینی تصاویر زنده است از واشنگتن و از کاخ سفید، جایی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مشغول صحبت کردن هست. واکنش های او رو میشنویم به آنچه که سنای آمریکا تصویب کرده. سنای آمریکا برای مهار همه‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی اون یک بسته کمک اضطراری به ارزش حدود 2000 میلیارد دلار، اگر دقیق‌تر بگم 1900 میلیارد دلار رو تصویب کرده. مصوبه مهمی که مورد حمایت جو بایدن بوده. آقای بایدن و تیمش بسیار تاکید داشتن بر این طرح. انتظار میره که مجلس نمایندگان هم که در کنترل دموکرات هاست طرح مشابهی رو تصویب بکنه. دولت فدرال بر با استفاده از این کمک ها میتونه سخاوتمندانه به شهروندان آمریکایی کمک بکنه، از جمله برای بسیاری از شهروندان یک چک 1400 دلاری خواهد فرستاد. بیکاران هم همینطور هر هفته 300 دلار به عنوان کمک دریافت میکنند و میلیاردها دلار دیگه هم قرار هست که به کسب و کارها اختصاص پیدا بکنه، خصوصا کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدن، در دوران قرنطینه نمیتونستن باز باشن. امکاناتی در اختیار مدارس قرار میگیره و اینکه کودکان بتونن به آموزش خودشون در شرایط کرونا ادامه بدن و علاوه بر اینها بخشی از این پول، از این کمک 2000 میلیارد دلاری به توزیع واکسن کرونا اختصاص خواهد یافت. And feel the change in their own lives. By passing this plan will approve that this government, this democracy. و اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید انتقال قدرت از راه انتخابات برای حکومت او اصلی غیر قابل معامل است. محمد اشرف غنی امروز در مراسم گشایش سال سوم مجلس شورای ملی گفت که هیچ کس نمیتواند درباره انحلال نهادهایی که در قانون اساسی آمده تصمیم بگیرد. اشاره‌ای به احتمال منحل شدن بعضی از نهادها از جمله مجلس شورای ملی در طرحی که در دیدار تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با شماری از چهره‌های سیاسی مطرح شده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. محمد اشرف غنی در ملی شورا تالار آقای غنی در شرایطی به پارلمان رفت که به گفته خودش نسبت به هر زمان دیگری نیاز به بحث و گفتگو است. او گفت فرصت پیش آمده برای صلح در 42 سال گذشته بی‌نظیر است. مذاکرات صلح قطر. رئیس جمهوری افغانستان ادعا کرد که برای تحقق صلح واقعی و پایدار حاضر به هر گونه فداکاری است، اما فداکاری این نیست که از مسئولیتش که رساندن مردم به صلح است شانه خالی کند. و بعد راه انتقال قدرت را اصلی بیان کرد که طالبان هیچگاه انجام ندادند. انتخابات. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما
یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم. موضوع دولت انتقالی صلح هفته گذشته و هنگام سفر زلمه خلیلزاد نماینده ای امریکا برای صلح افغانستان به کابل در گزارش برخی از رسانه‌ها مطرح شد، بعد از آنکه او با شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی دیدار کرد. پایدار صلح تا رسیدن ممکن دی. آقای غنی در سخنان امروز خود بدون نام بردن از این طرح گفت که هر نهادی می تواند خیال و خوابی را در کاغذ بنویسد و به عنوان راه حل به مردم افغانستان توصیه کند، اما وثیقه سند افغانستان قانون اساسی است و افغانستان به وثیقه دیگری ضرورت ندارد. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر بین نمایندگان طالبان و نمایندگانی از اقشار مختلف از جمله حکومت ادامه دارد، اما دو طرف پس از 6 ماه هنوز نتوانستند موضوعات مورد بحث را نهایی سازند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. سازمان ملل متحد دولت ایتیوپی را زیر فشار گذاشته تا به ناظران بین‌المللی اجازه دهد درباره درگیری‌های اخیر در این کشور تحقیقات مستقلی انجام بدهند. سازمان ملل می‌گوید بیش از 3 ماه است که در شمال ایتیوپی سربازان این کشور درگیر نزاعی هستند که در آن کشتارهای گسترده اتفاق افتاده و قوانین بین‌المللی نقض شده. اما نخست وزیر ایتیوپی می‌گوید به دنبال اصلاحات دموکراتیک است و احزاب قومگرای این کشور رفتاری غیر دموکراتیک دارند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. عزای یک کشتار قومی در اتیوپی. ارتش متهم است که در اینجا شهری به نام دنگولات 164 غیر نظامی را کشته. آنچه به جای مانده گورهای دست جمعی است. ای کاش می مردم و تو این وضع زندگی نمی کردم. حیف که نمیتونم خودکشی کنم. این جنایت برای از بین بردن ماست، برای تحقیر ماست. سربازان ارتش اتیوپی از اواخر پاییز وارد یک درگیری نظامی شدند، اما مدت‌ها بود که اخبار دقیقی از وقایع این کشور منتشر نمی‌شد. حالا مجامع بین‌المللی می‌گویند نه فقط این سربازان احتمالاً به جنایات جنگی دست زدند، بلکه سربازانی هم از کشور اریتره به کمکشان آمدند و در کشتار دست داشتند. در آفریقا، اتیوپی و اریتره سالها با هم در نزاع بودند، اما چند سالی است که بین دو کشور صلح برقرار است. درگیری اخیر در این منطقه رخ داده. تیگرای، سکونتگاه اقلیت قومی تیگرایی در شمال غربی اتیوپی و هم مرز با اریتره. این منطقه پایگاه اصلی حزبی است به نام جبهه آزادی بخش مردم تیگرای، حزبی که برای چندین دهه از احزاب اصلی حاکم بر اتیوپی محسوب می شد و بخشی از نظام تقسیم قدرت قومیتی این کشور بود. این حزب در به قدرت رسیدن آبی احمد نخست وزیر کنونی اتیوپی در سال 2018 هم نقش داشت و از متحدانش بود. آبی احمد در این مدت به دشمنی دیرینه کشورش با اریتره پایان داد و به همین دلیل در سال 2019 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. گام بعدی او پایان دادن به نظام تقسیم قدرت قومیتی بود. تغییراتی که روابطش را با جبهه آزادی بخش مردم تیگرای تیره کرد و کار حتی به دستگیری عده‌ای از چهره‌های مهم این حزب رسید. در نهایت تأخیر در برپایی انتخابات به دلیل شیوع کرونا تنش را در سال 2020 به اوج رساند، تا اینکه اواخر پاییز افراد مسلح جبهه آزادی بخش تیگرای به پادگان‌های ارتش در این منطقه حمله کردند و اختلافات سیاسی رنگ و روی جنگ داخلی به خود گرفت، جنگی که برای هفته‌ها از چشم جامعه بین‌الملل مخفی ماند. حالا سازمان ملل می‌گوید تبعات انسانی این درگیری بسیار شدید بوده و همین حالا 2 میلیون نفر در اتیوپی به کمک فوری نیاز دارند و 1 میلیون نفر نیز آواره شدند. وضعیتی که انتقاد شدید شورای حقوق بشر سازمان ملل را در پی داشته.
اطلاعات بسیار نگران کننده ای از تجاوز و خشونت جنسی، کشتار گسترده و تخریب اموال عمومی و خصوصی به دست ما رسیده. همچنین اطلاعات تایید شده ای داریم که نشان می دهد قوانین بین المللی و بشر دوستانه به شکل گسترده نقض شدند. سازمان ملل می گوید دسترسی کافی به مناطق مختلف وجود ندارد و باید در این باره تحقیقات جامعی صورت بگیرد. خواسته ای که نماینده آمریکا در سازمان ملل هم آن را تکرار کرد. او در این حال خواستار خروج فوری نیروهای اریتره از اتیوپی شد. ده‌ها هزار پناهجوی آواره در سودان و همزمان جمعیت عظیم کسانی که علاوه بر خطر حمله نظامیان با تهدید مستقیم گرسنگی هم روبرو هستند. آیا این بار جامعه بین المللی موفق خواهد شد از ابعاد یک فاجعه بزرگ انسانی بکاهد؟ کیوان حسینی، بی بی سی. مردم دنیا هر سال نزدیک به 1 میلیارد تن غذا را به سطل زباله می ریزند. طبق برآورد تکان دهنده برنامه جهانی غذا که نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است، سالانه 930 میلیون تن مواد خوراکی دور ریخته می شود. در شرایطی که گرسنگی و کمبود منابع به بحران بدل شده. سیاوش اردلان گزارش می دهد. با 930 میلیون تن غذا می توان 23 میلیون کامیون غول پیکر را پر از غذا کرد. اگر این همه کامیون پشت سر هم صف بکشند، می توان 7 بار دور کره زمین حلقه بزنند. این حجم انبوه غذایی است که انسان‌ها هر سال دور می ریزند. برآوردی سرسام‌آور و گیج کننده از سازمان ملل که جامع‌ترین برآورد محسوب می شود. در شرایطی که 650 میلیون نفر در دنیا شب را گرسنه می‌خوابند و 3 میلیارد نفر توانایی مالی خرید غذاهای سالم را ندارند، چنین حجمی از دورریز غذا غیر عقلانی و نگران کننده است. این تحقیق نشان می‌دهد که فرق زیادی بین میزان دورریز غذا در گروه‌های درآمدی مشابه در کشورهای ثروتمند یا کشورهای فقیر وجود ندارد. این تحقیق محدودیت‌هایی هم در جمع‌آوری اطلاعات داشته، اما یک تصویر کلی از اسراف منابع غذایی به دست می‌دهد. به غیر از اندکی مراقبت و مسئولیت پذیری، کارهای ساده‌ای هست که هر خانواده معمولی می‌تواند انجام دهد. فقط یه ذره فکر کردن و تغییر ذهنیت رو می‌طلبه. استفاده کردن از چیزهایی که دور و برمون وجود داره. اگه غذایی زیاد میارید یا غذایی هست که تاریخ مصرفش داره تمام میشه، از یخچال و فریزرتون استفاده کنید. فریزر مثل دکمه پازه. غذایی که فکر می‌کنید باید دور ریخته بشه، بذارید توی فریزر. چه پنیر باشه، چه شیر، میوه یا هر چیزی رو که بعداً نیاز داشتید در بیارید و بخورید. این کارهای کوچیک میتونه تغییر بزرگی ایجاد کنه، برای اینکه برخلاف تصور عموم این رستوران‌ها نیستن که بیشترین غذا رو دور می‌ریزن، چون سهم اونها طبق این تحقیق فقط 3%. مشکل خونه‌هایی هستن که 70% غذا رو دور می‌ریزن. مشکل اسراف غذا فقط به بحث گرسنگی و اتلاف منابع محدود نمی‌شود. غذاهای دور ریخته شده 10% گازهای گلخانه‌ای دنیا را تولید می‌کنند. گازهای گلخانه‌ای باعث و بانی گرمتر شدن زمین و بحران تغییرات اقلیمی هستند. اگر دورریز غذا را یک کشور در نظر بگیریم، بعد از آمریکا و چین بیشترین سهم را در برهم زدن سلامت طبیعت دارند. در دنیایی که نصف جمعیتش با غذا رابطه ناکافی و ناسالمی دارند، سرانه جهانی اسراف غذا سالی 74 کیلوگرم برای هر انسان است. سیاوش اردلان، بی بی سی. وقتی عشق به زندگی پاسخش گلوله سربیست، فلامینگوها تنها در میانکاله ایران نیست که مسموم میشوند. در شمال یونان در منطقه حفاظت شده با گونه های متنوع جانوری، فلامینگوها هدف گلوله های سربی قرار میگیرند. میرزاد کهنروز از نگرانی تازه طرفداران محیط زیست گزارش میدهد، با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت کننده باشد. جایی در شمال یونان، یونان زیبا و باغات زیتونش، روستایی است به نام آگیوس ماماس. جاده‌ای در آن است که محلی‌ها به آن خیابان فلامینگو می‌گویند. در نظارهای بلند این بهشت، استاوروس اما نظارگر حقیقتی تلخ است.
او از دریچه لنزش زیبایی خفته می‌بیند، اما گویا داستان غم‌انگیزتر از این هست. این منطقه بظاهر آرام هفته هاست گورستان ده ها فلامینگوی صورتی شده. عامل مرگ سم سرب. اینها همش پوک است، کم هم نیست. اون هم وسط منطقه حفاظت شده که شکار ممنوعه. با این حال یه عده شکارچی بیوجدان میان و به پرنده ها شلیک میکنن. تا به حال 50 فلامینگو در اینجا جانشان را از دست دادند. امدادگران سعی کردند جان تقریبا 10 تای آنها را نجات دهند، اما نشد که نشد. فلامینگوها ریگ رودخونه و سنگریزه ها رو میخورن تا به هضم غذا کمک کنه، اما کنارش ساچمه گلوله را هم میخورن. همین باعث میشه که گرفتار سم سرب بشن. آگیوس ماماس یکی از مناطق پرتنوع اروپا از نظر گونه های جانور است. منزلگاه حدود 60 نوع پرنده. اینجا فلامینگوها زاد و ولد هم کردند. اما پاسخ این همه عشق، این همه اشتیاق به زندگی، حالا شکار با گلوله سربی است. چیزی که یک دهه است در یونان ممنوع شده. دخالت انسان در زندگی فلامینگوها در این سرزمین زیبا و سبز، چیزی فراتر از نقض قوانین محیط زیست است. نه تنها زاد و ولد این پرنده های صورتی در این تالاب به خطر افتاده، که حتی زندگیشان. مرسد کانروز، بی بی سی. این برنامه و همینطور برنامه های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و همینطور میتونید به کانال ما در یوتیوب مراجعه بکنید و در اونجا این برنامه و برنامه‌های قبلی رو ببینید. ممنونم از همراهی شما، خصوصا اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.